سمفونی دیوانگان را علیرضا لواسانی نوشته است و یاشار سربلند کارگردانی میکنه. حس زمانی شکل گرفت توی ذهن من که به صورت خیلی اتفاقی رفته بودم به یه آسایشگاه. یعنی در واقع شخصیت هایی که توی این قصه شما خواهید دید نماد واقعی دارن. حالا شاید خیلی ها فکر بکنن که اینا تخیله، ولی نه. پژواک سراج یک نویسنده است، یک رمان نویسه که رمان آخر زمان رو نوشته و حالا در همون رمان حضور پیدا میکنه. بنا به وضعیت جادویی داستان، وضعیت اون شرط اول قصه، وارد داستان خودش میشه و توسط خود شخصیت داستان محاکمه میشه که چرا ما اینجوری نوشتیم. شرایط قصه و فضای تخیلی که حاکم بود بر قصه، من متوجه شدم که در واقع هدفشون در واقع گسترش جلوه ویژه کامپیوتری هست. کاری که کردم بود که یک شکل شمایل عجیب غریبی شروع کردم به سبک دکوپاژی که تا حالا جایی ندیده بودن و شروع کردم به نقاشی کردن ماژیکی. نقاشی‌های انجام دادن که نقاشی کودکانه است. دکوپاژم به این شکل خیلی منظم به ترتیبی گرفت، یه ساماندهی شد و تو ذهن من شروع شد به تدوین شدن. مرحله بعدی یک گروهی استوری بورد شروع کردن به طراحی کردن، یعنی از روی نقاشی‌های مبتدی بنده نقاشی‌های خیلی حرفه‌ای‌تری اتفاق افتاد. مرحله بعدی ما اینها رو مرتب کردیم، بعدش یه پدیده رو به یه پروسه رو رفتیم توش که پروسه استوری ریل بود که در واقع از این استوری بوردها استفاده کردیم و دوبله کردیم کارو، صرفا برای اینکه تایمینگش مشخص بشه. مرحله بعدیمون این بود که ما چیزی بسازیم به نام پریویز، فیلم سه‌بعدی است که قبل از اینکه شما فیلم رو تصویر برداری یا فیلم بعدی فیلمتون رو شروع کنید، این نسخه سه‌بعدی رو آماده می‌کنید که تمام سرگروه‌ها از مدیر فیلم برداری گرفته تا خود بازیگران تا طراح صحنه و لباس تا طراح گریم، همه بدونن که چه خبر هست و چه اتفاقی قراره بیفته. که ویژگی‌های مهم بازیگری در این فیلم این بود که همه کاراکترهای فیلم تیپن، هیچ کدوم شخصیت نیستن. این فیلمنامه یه که وقتی کسی میخونه این فیلمنامه رو و بعد که حالا انشالله فیلم رو دوستان ببینن متوجه میشیم که بازی کردن تیپ خیلی سخت‌تر از شخصیت، به خاطر اینکه وقتی یه آدمی
داره یه کاراکتری رو بازی میکنه که قرار نماینده تفکر باشه، دیگه شخصیت نیست، دیگه یه آدم نیست، یک پیشینه تاریخیه.